خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردید و اومدید به زمانه. خواهش میکنم. آقای خرت د فریس، مترجم بوفکور صادق هدایت. و چند تا کتاب دیگه. و چند تا کتاب دیگه که ما دوست داریم بدونیم که چی هستن. اول از این شروع میکنم که شما چطور با کارهای صادق هدایت آشنا شدید؟ من در ایران وقتی که من یک بورس گرفته بودم، بعد از دبیرستان من رفتم دانشگاه، زبانهای شرقی خوندم، یعنی عربی و ترکی یا فارسی. بعد دولت ایران، یعنی زمان شاه بود، به من بورس داد که دو سال در ایران درس بخونم، تحصیل بکنم. پس من در ایران بودم، با نویسنده ها آشنا شدم. یکی از این نویسنده ها صادق هدایت بود و من خیلی زیاد تحت تاثیر آثار هدایت بودم، خیلی علاقه پیدا کردم. نظرتون درباره بوفکور چیه؟ بوفکور یک کتاب بسیار ناراحت کننده است، یعنی یک کتابی هست که یک دنیای سیاه برای ما درست میکنه که هیچ امیدی برای انسان اونجا وجود نداره. یک کتابی هست پر از یأس و ترس و مرگ، کتاب سیاه. من از اول میخواستم بیشتر درباره یه زندگی صادق هدایت هم اطلاع داشته باشم، یعنی من زیاد با بچه ها صحبت کردم، کتاب هاشو خوندم، یعنی غیر از بوفکور صادق هدایت 20 تا کتاب دیگه هم نوشته، داستان های زیاری هم نوشته که همش برای من بسیار جالب بوده. و این یکی از نویسنده ها بوده که من ترجمه کردم. یک نویسنده دیگه که برای من خیلی جالب بود آل احمد بود، جلال آل احمد، که من میخواستم یک کتابی از اون خسیدم ایغات، کتاب حجش، میخواستم ترجمه کنم و حالا نشد هنوز، ولی این یکی از برنامه هاست که من میخوام در آینه بکنم. عالی. چی شد که تصمیم گرفتین که کتاب بوفکور رو کلا ترجمه کنید؟ این پیشنهاد ناشه بود وقتی که من برگشتم از ایران و اینجا مترجم شدم. یکی از ناشرهای هلندی با من تماس گرفت، گفت که تو اسم هدایت رو شنیدید؟ من گفتم بله، شاهکار نوشته صادق هدایت. من مطمئن هستم اگر بوفکور به انگلیسی نوشته بود یک شاهکار بین‌المللی میشد، حتما تمام دنیا حتما به این کتاب علاقه پیدا میکرد، ولی متاسفانه فارسی کمتر خونده میشه. اما تازه یک ترجمه انگلیسی وجود داره از صادق هدایت، از بوفکورش، به فرانسوی هم ترجمه شده، به آلمانی هم ترجمه شده، ولی حیفه که اصلش به انگلیسی نباشه. بعد اون وقت این چه سالی بود وقتی ترجمه کردید؟ اولین ترجمه است، دو بار ترجمه شده، یعنی ترجمهش دو بار چاپ شده. اولین چاپش در سال 89 بوده، 89 اروپایی، یعنی تقریبا 30 سال پیش. و دومیش دو سال پیش که این اولین ترجمهش، یعنی ترجمهش عوض نشده. به منم یک جایزه داده بودن در سال 89 وقتی که اولین چاپش در آمد، و این ترجمه در چاپ دومش هم هست، چیزی عوض نشده. فقط یک پس گفتو نوشتم، یک نوورد نوشتم که عوض شده. درست. اون تازه است. بروز صادق هدایت و آل احمد، چه نویسنده یا شاعر ایرانی رو دوست داری؟ من چند تا چوبکم هست، البته من بیشتر نویسنده های نسل قبلی بوده در زمان شاه، یعنی آخرین دوره شاه بوده. آل احمد، چوبک، گلستان، از این دولت آبادی، از این نویسنده هاست. ایران یک ادبیات معاصرش خیلی قوی، خیلی عالیه. اگه من اونو مقایسه بکنم با هلند، خیلی به نظر من عالی تره، بهتره. چی شد که اصلا تصمیم گرفتین که فارسی رو یاد بگیری؟ اون اتفاقی بود خانم. وقتی که من از دبیرستان دیپلم گرفتم، من دیپلم خیمنازیم آ داشتم. خیمنازیم آ فقط به درد میخوره برای نفرهایی که میخوان زبون بخونن یا میخوان کشیش بشن در کلیسا، مثلا دومینه بشن،
من میخواستم یک زبان خارجی بخونم که هرچی دورتر از هلندی باشه، یعنی ژاپنی باشه، چینی باشه. یعنی در اون زمان من هیچ رابطه‌ای با ایران نداشتم. من اصلا من ایران نرفته بودم، فارسی نشنیده بودم، ولی اتفاقی یک بورس به من دادند و از اونجا شروع شد. اگه مثلا رشته چینی در آمستردام وجود می داشت، شاید اون رو انتخاب می کردم. یعنی اتفاقی بود. بعد وقتی که وارد ایران شدم، بورس گرفتم، یواش یواش علاقه پیدا کردم به کشور و ادبیات ایران. نظرتون راجب ایرانی ها چیه؟ ایران مردمش خیلی مردم مهربون و مهمان دوست هستند. ما در هلند، من زیاد هر روز من ترجمه میکنم برای ایرانی ها، بچه هایی که تقاضای پناهندگی کردن در هلند، و اونا یک شهرت پر حرفی دارن در هلند. ایرانی ها خیلی زیاد پر حرفن، زیاد صحبت میکنند، معمولا نظرشون رو بهتر میدونند از نظرهای نفرهای دیگه. یه خود نژاد پرستی هم از اونا عجیب نیست، ولی نفرهای مهربانی هستند. اون دو سالی که من در ایران زندگی میکردم خیلی برای من خوش گذشت. امکان داره یه کمی کتاب بوفکو رو بخونم؟ خواهش میکنم. من از اول کتاب شروع میکنم. یه بخونم؟ بله بفهم. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خاره در انزوا روح را آهسته میخوره و میتراشد. این دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سیل عقاید جاری و عقاید خودشون سعی می کنند که اون را با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. باید بگیم که هرویت زیاد مشکل تریاق داشته، یعنی معتاد بود. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورای طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ این خواب و بیداری جلوه میکنه، کسی پی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها میپردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تاکون داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شعوم آن تا زندم از روز ازل تا ابد، تا اونجا که خارج از فهم و ادراک بشر است، زندگی مرا زهر آلود خواهد کرد. زهر آلود نوشتم، ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت. چقدر زیباست. مرسی. بفهم. ازتون خیلی تشکر میکنم دوباره که تمام شد خانم. یا که خواهش ما رو پذیرفتیم و دعوتمون. خواهش میکنم. من با کمال خوشی براتون صحبت کردم. خیلی ممنون. خوشحال شدم.